این تصویر که با گوشی همراه یکی از نمایندگان گرفته شده، نشان دهنده وضعیت امروز یکشنبه مجلس نمایندگان است. دیده می شود که بیشتر نمایندگان از چوکی های خود بلند شده و در وسط مجلس به تنش ها پرداختند. سر و صدا و توجه نکردن به دیدگاه های همدیگر بیانگر وخامت اوضاع در داخل تالار است. مشکلات وجود داره، چالش های بسیار زیادی فراروی مردم هست. این جمامی مصارف میشه، مردم توقع دارن از وکیلای خود که بیان و او چیزی که قانون اساسی افغانستان گفته، او چیزی که طرز عمل و قواعد گفته، ما اجراات خود بکنین، نظارت خود بکنین، بودجه که لازم هست. نزدیک به 10 روز است که تنش ها بر سر کرسی ریاست مجلس نمایندگان همچنان ادامه داره. شهروندان با توجه به اولویت کاری مجلس دوام این وضعیت را نگران کننده و تاسفبار میخوانند. تمام توقع مردم افغانستان همی بودند که اینا نسل جدید هستند و از نسل گذشته که بهتر کار میکنند، اما بسیار زیاد شرم‌آور است که در حدود 10 روز میگذره از این کارشان تا سر رئیس اینا به توافق نمیرسند. برخی نمایندگان از انتخاب یک عضو مجلس به عنوان مدیر اجرایی در نشست فردا دوشنبه برای رهبری و مدیریت نشست ها تا معلوم شدن سرنوشت ریاست مجلس خبر می دهند. تا یه حد به اتفاق نشده که یک مدیر موقتی انتخاب شود تا که برای گریش بالای یک رایش برند طبق قانون قوانین و لایحه اصول وظایف داخلی پارلمان ماده 8 و 9 که سیریت رای را چیز کرده، اصرار کرده و حکم قانون از طبق از او فضا بخیر برای گیری میره. اما نمایندگان طرفدار میررحمان رحمانی تاکید بر عملی سازی ماده 71 اصول وظایف داخلی کرده که بر مبنای آن آقای رحمانی رئیس کرسی ریاست مجلس نمایندگان شناخته شده است. وقتی که مصاحبه مجلس صادر میشه، هر گونه بحث دیگه رابطه با و مصاحبه که صادر میشه دیگه هر گونه بحث از نظر قانون و حضور وظایف داخلی و ولسی جرگه منتفی است، یعنی دیگه بحث جا نداره. اما باز هم یک بار دیگه به این فکر هستیم که دوستای ما تمکین میکنن به قانون اساسی و به اصول وظایف داخلی و ولسی جرگه. با این حال برخی نمایندگان عامل بروز و دوام تنش‌ها بر سر کرسی ریاست مجلس کسانی را می‌خوانند که به هدف گرفتن کرسی ریاست مجلس در دور سوم انتخابات بوده‌اند. تعداد در خاکریز دوم نشسته بودند و امیدوار بودند که دور اول انتخابات به ناکامی بیانجامد و در دور دوم خود را برای احراز پست ریاست ولسی جرگه کاندید بکنه و اینا غافلگیر شده. امروز همینا بیشترین تلاش و بیشترین رایزنی پشت پرده و بیشترین جنجال اینا خلق کردن. تنش ها بر سر کرسی ریاست مجلس نمایندگان وارد نهمین روز شد. منابع میگویند دست های از بیرون نیز در تلاش هم که اوضاع کنونی مجلس بهبود نیافته و تنش ها همچنان پا بر جا باقی بماند.